امروز داخل این ویدیو قرار متد جدید گلیچ دابلیکیت سولو رو آموزش بدم یه گلیچ خیلی ساده که میتونید به صورت کاملا سولو هر ماشینی که دوست دارید و در سری ترین زمان دابلیکیت کنید خب دیگه وقت رو نکنیم بدون هیچ معطلی بزن بریم سراغ این گلیچ بشه در جذاب گو سلام و درود مثل راهی هستم امیدوارم که حال دلتون عالی تر از عالی باشه به یه ویدیو جدید و متد جدید از گلیچ دابلیکیت سولو خیلی خیلی خوش اومدید امروز داخل این ویدیو قراره بهتون متد جدید گلیچ دابلیکیت سولو رو آموزش بدم اول از همه بهتون پچ و نشون بدم ورژن بازی رو نشون بدم ورژن 1 و, و نو و شما میتونید بعد آپدیت این گلیچ رو بزنید در حالی که متد اصلی این گلیچ پد شده و این متد متد جایگزین این و میتونید با این روش این گلیچ رو انجام بدید که خیلی گلیچ ساده ایه. خب دوستان بریم سراغ وسایل هایی که شما برای این نیاز دارید اول از همه شما باید یه سیشن اینوایتی جدید بسازید و بهتر یک بار کلوزب کنید و دوباره بازیتون رو ریستارت کنید و یه سیشن جدید بسازید خب بریم سراغ وسایل هایی که شما نیاز دارید اول از همه شما نیاز به بانکر دارید و باید بانکر رو خریداری کنید و فرقی نداره هر کجا از مپ میتونید بانکرتون رو خریداری کنید الان بانکر من اینجاست هر جای دیگه میتونه باشه و گلیچ میگیره فرقی نداره و شما نیاز به موبایل آپریشن سنتر یا همون MOC دارید و به یه تیری باید پرسونال ویکل استوریج باشه اون ماشینی که میخواید دابلیکیت کنید باید پشت اموسی باشه حالا مستر چه ماشینی باید دابلیکیت کنیم؟ صد بار گفتم این صد و یکمین بار شما وارد سایت آرناوار بشید این قسمت رو بزنید این ماشین رو خریداری کنید و این ماشین رو باید پول آپگریدش کنید یعنی ببرید داخل آرنا ورکشاپ و هر آپگریدی که داره رو انجام بدید و با این روش شما میتونید این ماشین رو به قیمت بیشتری بفروشید که در ادامه متوجه میشید خب ما الان از ماشین مستربین استفاده کردیم و پشت اموسی یه ماشین مستربین گذاشتیم که نکته به شدت مهمی حالا شما هر ماشین دیگه هم میخواید میتونید دابلیکیت کنید فقط باید بذارید پشت اموسی خب حالا شما نیاز به اتوشاپ دارید و باید اتوشاپ هم خریداری کنید الان من اتوشاپ هم اینجاست و نکته مهم شما نیاز به دلوکسو دارید کاملا درست این با دلوکسو جواب میده و میگیره حالا من زنگ میزنم به مکانیک و اتوشاپ همو به شما نشون میدم در ادامه قرار قراره بریم داخل اتوشاپ و کار اصلی رو اونجا انجام بدیم همونجوری که میبینید چند تا دلوکسو من اینجا گذاشتم و این متد بک تو بک باش میتونید دابلیکیت رو انجام بدید و با این روش مس سروینا از شما به قیمت بیشتری میخرن که حالا در ادامه راجبش صحبت میکنیم خب دوستان تمامی وسایل هایی که نیاز رو بهتون گفتم فکر نکنم چیزی جا انداخته باشم بریم بهتون گیلیچ و کامل آموزش بدم شما باید برید داخل یه سشن اینوایتی و بعدش برید داخل بانکرتون حالا بانکرتون هر کجا از مپ هست فرقی نداره وقتی که وارد بانکر شدید باید برید پشت اموسی و اون ماشینی که دابلیکیت میخواید کنید و بیارید بیرون نکته به شدت مهمیه و گفتم اموسیتون به یه تیریش باید پرسونال ویکل سورج باشه چون خیلیاتون این مشکل هم داشتید و میگفتید نمیشه چیز دیگه ای باشه نه فقط باید پرسونال ویکل ستورج باشه خب این ماشینیه که الان من میخوام دابلیکیت کنم از پشت اموزی میارمش بیرون کلا گیلیچ مراحل ساده ای داره یه بار انجام میدی و میتونی بک تو بک رو انجام بدی خیلی ساده است حالا در ادامه راجبش صحبت میکنیم خب الان وقتی که داخل کارسلات بانکر اسبان شدیم از ماشین پیاده میشیم و باید یه جوری وایستریم که دایره آبی اموسی و ببینیم و پرسونال بیه کلمون هم ببینیم الان ما همونجوری که میبینید سمت چپ دایره آبی اموسی رو میبینیم سمت راست هم پرسونال وییکلمون رو نشون میده این از پرسونال کلم ما حالا ما باید گوشی رو بیاریم بالا و بریم قسمت کویک جوین و بعدش کانتکت میشن و بزنیم و گزینه اولی رو انتخاب کنیم الون رو بزنیم این گزینه رو هم در بزنیم سمت راست پایین لوکینگ فور جاب برامون میاد وقتی که پاپولیتینگ شد یا عدد به ما نشون داد بلا فاصله باید بریم قسمت کویک جوین و کنسلش کنیم تنها کاری که باید انجام بدیم همینه وقتی که عدد به ما سمت راست پایین نشون داد بلا فاصله میریم کویک جوین و کنسلش میکنیم وقتی که این کارو رو میکنید باید به شما نه دایره آبی اموسی رو نشون بده و سمت راست نباید دیگه لوگو ماشینو رو ببینید الان همجوری که میبینید این اتفاق برای ما افتاده وقتی که این اتفاق افتاد دوباره میریم کویک جوین و کانتکت میشن و استارت میکنیم حالا دوباره لوکینگ فور جاب برامون میاد سمت راست پایین عدد به ما نشون داد بلا فاصله میریم قسمت کویک جوین و کنسلش میکنیم این کار رو برای این انجام میدیم که دایره اموسی برامون بیاد خب دوستان الان همونجوری که میبینید هم لوگو ماشین برامون اومد هم دایره آبی ولی این اشتباهه چون باید ما دیگه لوگو ماشین رو نبینیم ولی با این روش باید دایره آبی رو ببینیم حالا دوباره همین کارو ما باید انجام بدیم تا زمانی که دیگه ماشین رو به ما نشون نده یعنی پرسونال ویکلمون رو نشون نده و سمت چپ دایره آبی رو به ما نشون بده خب ما دوباره همین کار رو انجام میدیم وقتی که عدد به ما نشون داد بلا فاصله میریم کویک جوین و میایم بیرون وقتی که هر جفتش پرید دوباره میریم کویک جوین و استارت میکنیم کل کارتون همینه این کار خیلی ساده است ولی اگه نگرفت یا سیشن عوض کنید یا اینکه کلو زب کنید تنها راهش همینه و کاملا بهتون آموزش دادم و قرار آموزشم بدم این دیگه متد صد درصدی چه خب ما دوباره وای میستیم تا پاپیلیتینگ بشه و بعدش میریم کویک جوین و کنسلش میکنیم خب دوستان الان همونجوری که میبینید دیگه لوگو پرسونال ویکلو به ما نشون نمیده ولی الان ما باید دایره آبی اموسی رو ببینیم وقتی که این اتفاق براتون افتاد بدونید رو کاملا درست زدید و دیگه نیازی هم نیست که دوباره برید کویک جوین و کارا رو انجام بدید حالا تنها کاری که میکنید از بانکر باید بیاید بیرون خب الان ما رفتیم تو مرحله آخر این گلیچ البته این مرحله مرحله خیلی مهمیه که الان بهتون آموزش میدم شما الان باید از قسمت منیج ویکل ریترن پرسونال ویکل رو بزنید و بعدش اون ماشینی که پشت اموسی بود و باید اسپان کنید خب دوستان ما از قسمت سرویسس موبایل اپریشن سنتر ریکوست پرسونال ویکل رو میزنیم وقتی این کارو میکنیم دیگه لوگو ماشین نباید به نشون بده و ماشین باید برامون اسپان بشه این نکته نکته به شدت مهمیه خب الان همون جوری که میبینید ماشین برای ما اسپان شده ولی هیچ اثری از پرسونال وییکلمون نیستش سوار ماشین میشیم و میبریم داخل بانکر این قسمت قسمت خیلی مهمیه یعنی باید مکانیک وقتی براتون ماشین رو اسپان کرد لوگو پرسونال ویکل روش نباشه این یعنی اینکه که گیلیچو کاملا درست انجام دادید و الان دیگه وارد مرحله پایانی این گیلیچ بشه در جذاب شدیم خب ما الان میریم داخل بانکر و ادامه گیلیچو انجام میدیم خب وقتی که اومدید داخل بانکر پیاده بشید لوگو پرسونال ویکل رو بهتون نشون نمیده دایر آبی باید ببینید حالا وقتی این اتفاق افتاد خیلی راحت و با خیال راحت برید بیرون از بانکر و بریم سراغ مرحله پایانی این گلیچ جذاب و آخرش هم ببینیم ماشینا ازمون چند میخرن و در نهایت بهتون بگم که چجوری میتونید بک تو بک انجام بدید الان شما باید با یه وسیله به غیر از پرسونال ویکلتون برید سمت اتوشاپ که حالا از بازار میتونید استفاده کنید از اسپارو هم میتونید استفاده کنید که من اسپارو اسپان میکنم خیلی بهتر رایگان حداقل ولی با ماشین خیابونی هم میتونید برید مهم نیست فقط خودتون رو باید برسونید به سمت اتوشاپ خب دوستان ما رسیدیم سمت اوتوشاپ الان باید بریم داخل اتوشاپمون و گفتم داخل اتوشاپ باید دلوکسو داشته باشید و این با دلوکسو جواب میده حالا اگه متد دیگه ای داشت براتون حتما میذارم خب شما باید برید سوار یکی از دلوکسوهایی که دارید بشید و بیاید بیرون خب ما الان سواری این میشیم پلاک رو دقت کنید رسید اینا پلاک 193 آخرشه خب الان آردو یا گاز و پشار میدیم و میایم بیرون الان باید ماشین بپره و درسته این یعنی اینکه ما گیلیچ رو کامل درست زدیم حالا وقتی این اتفاق افتاد تنها کاری که میکنیم میریم سمت بانکرمون کل کاری که با اتوشاپ داشتیم همین بود و وقتی شما سوار دلوکسو بشید و بیاید بیرون با این گیلیچ میپره ولی بقیه ماشینایی که من تست کردم نمیپره شما هم میتونید تست کنید و خبرش قسمت کامنت ها بدید خب حالا ما میریم سمت بانکر و میریم دیگه دابلیکه تموم شده است فقط بریم پلاک ماشین عوض کنیم خب ما الان میریم داخل بانکر و الان باید بریم سوار ماشینی که داخل بانکر است بشیم و تمام دابلیکیت سولومون انجام شد بدون جوینت سیشن بدون حتی نیازی به یک دقیقه یا یک ثانیه فرن داشتن خب سوار ماشین میشیم و پلاک ماشین باید عوض بشه که خب اینجا تاریکه و خب همونجوری که میبینید پلاک اون دلوکسو افتاد روی این ماشین و تمام اینم از گلیچ دابلیکیت سولو بعد از پچ که حتما انجامش بدید حالا تنها راه سیف کردن این ماشین اینه که برید پشت اموسی دیپ راست بزنید آلرت پرسونال ویکل استورج پول و زبدر بزنید و حالا شاید بگی آقا این ماشینی که پشت اموسی بود کجا میره دقیقا میره همون جایی که دلوکسو داشتید یعنی میره داخل اتوشاپ و تمام اینم از گیلی چمون حالا ما میخوایم دوباره این متد رو انجام بدیم و بهتون یاد بدم که بک تو بک چجوری میتونید این گلیچ رو انجام بدید چون الان دیگه نیازی به کارای اولیه نداریم و فقط میریم سراغ دابلیکیت کردنمون خب دوستان شما الان باید از بانکر بیاید بیرون و اون ماشینی که دارید و اسپان کنید دقیقا مثل کاری که از قبل انجام دادیم خب از طریق اینتراکشن منو قسمت سرویس ویکل موبایل ابریشن سنتر باید ریکوست پرسونال ویکل رو بزنیم که این نکته نکته به شدت مهمیه خب ما الان این کار رو انجام میدیم و باید ماشین برامون اسپان بشه و لوگوی ماشین رو نباید به ما نشون بده خب الان این اتفاق افتاد ماشین اسپان شد و حالا بریم ببینیم ماشین کجا اسپان شده و یه نکته بعدی که این بانکر داره میگم دیگه جا اسپانا رو به هم زده راکستار و الان اینجا ماشینمون اسپان شده دقیقا اینجا اسپان شده بریم ماشین رو بیاریم داخل بانکر و دوباره گیلیچ رو انجام بدیم و در نهایت بهتون نشون بدم که این مستر بینا رو از همون چند میخرن خب دوستان اینم از ماشینمون و الان همونجوری که میبینید پرسونال ویکل رو به ما نشون نمیده و این یعنی که گلیچ رو کامل درست زدیم و دوباره میتونیم همین کار رو انجام بدیم خب ماشین رو دوباره میبریم داخل بانکر و دوباره پیاده میشیم و میریم سمت اوتوشاپ سوار یه دلوکسو میشیم و میایم بیرون کل کار همینه دیگه و میتونیم پشت سر هم هر چقدر که دلوکسو دارید این دابلیکیت انجام بدید یه متد خیلی ساده و یه گلیچ فوقالعاده ساده که باهاش میتونید بتره کنید خب ما الان دوباره اومدیم داخل اتوشاپ و این ماشین هم پشت اموسی بود دقیقا رفت جای دلوکسو سواری یه دلوکسو دیگه میشیم پلاک رو ببینید صفر و دو. حالا گاز و فشار میدیم یا آردو رو میزنیم و میایم بیرون ماشین میپره و تنها کاری که میکنیم اینه که دوباره میریم سمت بانکر و دابلیکیت رو تموم میکنیم خب ما الان اومدیم داخل بانکر و پلاک ماشین رو نشون بدم پلاک ماشین دیگه دیده بودیم دیگه 193 وقتی که سوار میشیم پلاک ماشین باید چنج بشه خب اینجا تاریکه ولی پلاک دلوکسوی که سوار شده بودیم اومد روی این ماشین و این گلیچ دابلیکیت پلاک تمیزه خب و برای سیو نهایی فقط باید برید پشت مسی و این ماشینی هم که پشت مسی بود و الان ریپلیس میشه میره داخل اتوشاپ و نمیپره خب دوستان این از این گلیچ بش دست ساده کل متد رو بهتون آموزش دادم و الان متوجه شدید که چه جوری باید بک تو بک این گلیچ رو انجام بدید حالا بریم توی سیشن دیگه ببینیم این مستربینی که دابلیکیت کردیم و از همون به قیمت چند میخرن خب دوستان الان ما این ماشینی که دابلیکیت کردیم و میبریم داخل لوسانتوس کاستوم ببینیم از همون به قیمت چند میخرن و الان همونجوری که میبینید از دلوکس رو بیشتر میخرن و با این گیلیچ میتونید ماشین مستربین رو دابلیکیت کنید و به قیمت 3 میلیون و 800 هزار دلار بفروشید که یه گلیچ فوق است و واقعا توصیه میکنم اگه دلوکسو دارید این گلیچ رو انجام بدید چون حتی میتونید از قیمت دلوکسو این ماشین رو بیشتر بفروشید و براتون سوده و الان با این دابلیکیت ما یه ماشین رو فروختیم به قیمت 3 میلیون و 800 هزار دلار و بقیه ماشینا هم به همین قیمت از میخرن خب دوستان امیدوارم که لذت برده باشید و خوشتون اومده باشه تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای مهربون می سپارم تا درودی دیگر فعلا بدرود